بحث دیگری که مطرح هست این بحث آزادی طبیعی آمریکایی است، این خانمی که آزاد شد و اینکه به هر حال ولایت جمهوری اسلامی ایران با رأفت اسلامی با این موضوع برخورد کرد و اتفاقی که افتاد ابراز خرسندی و به هر حال استقبالی است که مقامات آمریکایی از این اتفاق داشتن. آیا فکر میکنید که این اقدام با یک پاسخ مثبتی از طرف مقابل مواجه خواهد شد و فکر میکنید که واکنش مناسب این اتفاق چه خواهد بود؟ امیدوارم. ببینید، یک سال پیش حدوداً 3 نفر تجاوز کردن به مرز ما. در تمام کشورها مجازات تجاوز به مرز خیلی سنگینه، خصوصاً وقتی متهم بشن به کارهای غیر از تجاوز، یعنی علاوه بر تجاوز متهم به چیزهای دیگه هم بشن، اینجا مخواستن اطلاعاتی کسب کنن یا تخلف دیگری بکنن، جاسوسی چه این خیلی سنگین میشه. خب اخلاق آمریکایی هست دیگه، سر صدا ای وای بابا اومدن داخل مرز ما. خیلی ها اومدن مراجعه کردن که حالا بالاخره اینا آزاد بشن، به خانواده هاشون اجازه داده شد، به افرادی از کشورهای دیگه اجازه داده شد با اینا ملاقات کردن. تقریبا همه وسایل رفاه برای اینها اینجا فراهم بود تا سیر قانونی رو در قوه قضاییه طی بکنه، منتها یکی از اینا خانوم بود. خب ایرانی ها به واسطه فرهنگ اسلامی، به خاطر فرهنگ ایرانی، برای خانم های احترام ویژه قائلن. اگه یادتون باشه در داستان جاسوس خانه هم، اون داستان سفارت آمریکا هم، خانم ها رو زودتر رها کرد ایران و آزاد کرد. خب ما برای خانم ها اصلا احترام ویژه، یعنی ملت ایران نگاهش به خانم ها نگاه با کرامت و احترام بیشتر است. خب از طرف نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته شد که این یک طرف آزاد بشه. قوه قضاییه هم همراهی خیلی خوبی کرد، فراهم کرد شرایطش رو تا این آزاد بشه. ما در مقابل این کار توقعی نداریم، اما به طور طبیعی و از منظر اخلاقی انتظار هستش که دولت آمریکا هم یه گامی برداره. چند نفر از ایرانی ها رو از کشورهای مختلف، یعنی ایرانی رفته مثلا تایلند، مثلا رفته گرجستان، یه جای دیگه، اینا اومده ریختن و دستگیرش کردن بردن تو آمریکا، یا ایرانی تو آمریکا بوده گفتن آقا شما رفتی مثلا خواستی یه جنسی رو به ایران صادر کنی، گرفتن زندانی و ببر بیار مثلا بدون رعایت حقوقش. طبیعی است که تو افکار عمومی این انتظار و توقع هست که اونها هم بعضی از ایرانی ها رو رها کنن بیان. از این موافقم با قدم ناشناسی مقامات آمریکایی در ارتباط با این اتفاقی که افتاد مواجه بودیم. با چی؟ عرض میکنم حتی ما ظاهرن با قدم ناشناسی مقامات آمریکایی هم مواجه بودیم. چرا بعضیشون تشکر کردن، واقعا قدم شناسی کردن، گفتن حالا اون دوتایی هم که هست آزاد بشه. خب اون اخلاق استکباری است دیگه، ولی تشکر کردن از جمهوری اسلامی. خود اون فرد خب خیلی خوب واقعا تشکر کرد از رهبری، از نظام. اینجوری که گفتن خیلی خوشحال بود، یعنی اصلا اینکه اینجا هست ناراحت نبود که حالا اینجا شرایط براش سخته. این کار بود جمهوری اسلامی به لحاظ انسانی انجام داد و یک طرفه. حالا باید ببینیم اونا چه کار میکنن. ما امیدواریم قدر این کار جمهوری اسلامی رو بدونن و اونها هم یک کار انسانی انجام بدن. البته ما فهرست زندانی های ایرانی رو فرستادیم براشون، یعنی نماینده پادشاه عمان وقتی اومد برای بردن این خانوم، که پادشاه عمان خیلی واقعا زحمت کشید، تلاش کرد، چند بار پیغام داد. همکاری های ایمان با عمان خیلی همکاری های خوب و دوستانه است، بالاخره دوست ماست، شخصیت بسیار محترمی است. ایشون گفتن، صحبت هایی کردن با اونور، اسامی رو بدید که ما میخوایم برای آزادی ایرانی ها هم تلاشامون رو شروع کنیم. ما اسامی رو دادیم، امیدواریم ایرانی های عزیز ما هم که اونجا به ناحق، واقعا به ناحق زندان هستن، اونها هم آزاد بشن و به خانواده هاشون برگردن.